موسیقی صداست، موسیقی شکل نیست، موسیقی اسم نیست. که ما تعصب رو اسم رو شکل داشته باشیم خودمونو گیر میکنه. بیا مردم باش بگیم موسیقی میخوام یا نمیخوام. کجای دنیا موسیقی مجوز میخواد؟ کجای دنیا شعر مجوز میخواد؟ چرا ربطی به اسلام نداره موسیقی؟ از موقعی که استاد شجریان ممنون کار شد کار خب خیلی دشوار شد، یعنی سفرها باید میکردیم. یا اگر فصلی باشه که مردم به تعطیلات رفته باشن، جمعیتی که ما میخوایم دیگه نیست بیاد به سالن، اون دوتا رو اون صداش کم کنه، صداش زیاده اون دوتا. خیلی ها با سهلنگاری گفتن شجریان تو شجریان کردی. گفتن اگه من میتونستم بکنم چیکار کنم برای خودم میکردم، چرا برای شجریان بکنم؟ هیچ کس شجریان نمیشه چون من کسی دیگه ای نشده، من خودم دیگه. شرایط اجتماعی منی که شد اینجا که من طرفداری بکنم از مردم و بیشتر از اون من حرفی نزدم. یعنی 1000 از اون چیزی که همه میدونن همه میگن 1000 هم شکفتن. هنرمند از جامعه میگیره، جلو جامعه حرکت میکنه، عقب جامعه حرکت میکنه، دیگه هنرمند نیست. اصلا نیویورک دیدن نداره. نه، حتی نکرین نشتون نیویورکه وسیله بخوام بخرم بچه ها. ما از خواننده کاملا تصویر متفاوتی داریم وقتی به شجریان نگاه میکنیم. به هر کاری یک دست کوچیکی دادم، آشپزی هم میکنم، فرق میکنم، هر کنم. خب سعی نمی کنم بدیم، خب سنگینش نکنه، یکم سنگی بود وقتی برای سالهایی که جمهوری اصلاحی بوده از این موسیقی دست پاگیر بوده، راحت نمیتونست این کارمون رو کنیم. وسایل ارتباط جمعی در از این موسیقی در سالن و کنسرت نداشتیم، نوارهامون راحت نمیتونست این بدیم. مردم هم موسیقی رو انتخاب میکنن، مردم باز بگیم موسیقی میخوام یا نمیخوام، نه اینکه یکی دیگه بگیم آقا من باز اجازه بدم بران کنم. اینا در همه کار فضولی و کار مردم کردن، بیشتر از همه با موسیقی بند کردن. اون دوتا رو اون صداش کم کنه، صداش زیاده اون دوتا. یعنی اگر در صحنه استادی مثل آقای شجریان تصمیم بگیره آواز شو مثلا با فلان شعر مولوی بخونه ولی تو لیست مجوز نباشه، این خودش یک محدودیته. باید مجوز بگیری. کجای دنیا موسیقی مجوز میخواد؟ کجای دنیا شعر مجوز میخواد؟ اینا برای هر چیزی یه ایده آدم های بی سواد، بی اطلاع، بی سلیقه اونجا میشینه میخواد اونجا موسیقی نظر بده، غلط میکنه موسیقی نظر بده. اون چیزی رو که شنیدیم از تاریخ ما شنیدیم، چون موسیقی همیشه نظر مردم رو جلب میکرده به خودش و طرفدار زیاد داشته، جماعت روحانی و آخوند میخواسته که نظر رو به اون جلب بشه. اینه که دیده این موسیقی همه حواس رو داره به طرف خودش میبره و اون مورد توجه نیست، گفته آقا اون حرامه، حرامش کرده. صرف ربطی به اسلام نداره موسیقی. بیار بلا من 11 بار قرآن رو دور کردم تو دوران نوجوانی، یک کلمه از موسیقی اونجا نیست که بگه خوبه یا بده. پس کسی حق نداره بگه موسیقی حرامه. چون اگه موسیقی حرام بود تو قرآن میگه آقا موسیقی حرامه. خب بچه‌ها 4 روزه بزنیم زیتا ببینیم چیه. من یه دور را برم. شجریان متوجه شد با دورانی که کافه و کاباره رواج پیدا کرده بین خواننده‌ای بود که نرفت. 50 سال خوندنشون اولا مورد تقلید نسل جوونه، مورد تقلید خواننده هاست. همه با شجریان شروع کردن تا یواش یواش بدن بشید. خواننده به نظر تاثیرگذاری خیلی قوی و شگرفی که آقای شجریان داشته، هیچ من چهره‌ای در موسیقی ایران نمی‌بینم که داشته باشه. اون کسانی که از راه اسلام دارن زندگی میکنن، به قدرت میرسن، آقایی میخوان بکنن، میترسن که کم بشه از اون قدرت آقاییشون و موسیقی در مقابلشون قرار میگیره، بودن حرام. و بله، اسلام نمیگه، آخوند میگه. ببین، آخوند هر چیزی که
غیر خودش، شخص خودش ها باشه و لطفه بزنه روزنه باش مخالفت بکنه، ولو یه آخوند دیگه یا آیت الله دیگه باشه. صدا خیلی خوبه اونجا، خیلی خوبه صدا. شما اینجا صدای سالن رو ندارین، شما اینجا صدای ایم نداره. خب شما نباید صدای سالن داشته باشین، نه نه، چون بلنگو روش به اون طرفه، ولی اون طرف فوق العاده خوبه صدا، خیلی صدای شارپ و قوی و خوب و اون بر صدا خوبه. یعنی تو خیابون هم یا اینکه تو سالن واسدن؟ ما از هم دیگه میگیریم و به هم دیگه یاد میدیم. این رو بایستی قبول کنیم که ما همه تحت تاثیر هم دیگه هستیم. عشق از اول با آدم به دنیا میاد، اما هنر و کار هنری و اینا، زبان و تخصص ها میزنید آدم از این رو یاد بگیره، هیچ وقت با آدم به دنیا نیامد. ایمنی از خروش من، ایمنی از خروش من، گر به جهان در افتد، فارغی از فغان من، فغان من، گر به فلک رسانمش، بیان شعر از نظره که معانیشو بتونیم درست بیان کنیم و یک موسیقی داره که اون موسیقیشو باز درست بیان کنیم از نظر تأکیدات سیلابیش. ولی موسیقی در ذات نیاز به شعر نداره، شعر خودش نیاز به موسیقی داره. اگر شعر تو کتاب توی گنجه بمونه مرده است. زبان موقعی زبانه که با زبان با دهان قابل اجرا باشه، یعنی بتونید اجراش کنید، بتونید بگینش، بتونید بخورینش. آه دریغا به چشم، هرچه موافق منم، آه دریغا به چشم، هرچه موافق منم، آتش عشق آنچنان نیست که وانشانمش، فرم جمله‌بندی های ساز رو من در کار آوازم آوردم و بیشتر از قدیمی‌ها استفاده می‌کنم. شیوه کار من با قدما فرق می‌کنه. اون تحریرهای شناخته شده سابق دیگه خیلی حاکم بر کار من نیست. طاهرزاده، زلی، اقبال سلطان، بنان، تاج، از همه اینا من گوش کردم. به هر حال خواهی نخواهی اون چرا که می‌شنوم تو گوشم میره. در ناخودآگاه آدم اینا قرار می‌گیره و آدم استفاده می‌کنه. زلف سیاهت چه دم زنه، زخام زلف سیاهت چه دم زنه، که هنوز
روز خیال سایه، خیال سایه پریشان ز فکر شب گرده. آدم جستجوگری بود همیشه. رفتیم شیراز، یادم نیست، یکی گفت که در فلان قهوه‌خونه یه جای یه پیرمردی هست که یه جور فلان آواز میخونه. دیدم شجیرا میگه امرزا بلوچی، میگفت امرزا به امروز بریم اونجا بریم که چی میخونه. یعنی هر جا یکی سراغ داشت یکی در یه چیز میخونه میرفت، اگه به کار بخوره یاد میگیره. ما از هم دیگه یاد میگیریم، از محیطمون یاد میگیریم، در حافظه ما میاد اینا جمع میشه، این مطالب موسیقی، بعد رنگ شخصیت و سلیقه ما رو میگیریم میاد بیرون. یه هنرمند از محیط بار رو میگیره، موسیقی رو از محیطش میگیره، همه عواملی که در اطرافش هستن روش تأثیر میذارن، اون وقت این در درون این یه شخصیتی داره برای خودش، در این شرایط زندگی کرده، اینا رو هم دریافت کرده، بعد فکر کنی یه چیزی باید بگی، حالا این فرزند باید زاده بشه، این موقع این فرزند زاده میشه، یعنی هنر خود چی نشون. در دین نهایتا تقلید آقای شجریان کردن تو شدن خواننده. کسی که اینجوری مورد تقلید قرار میگیره به صورت عموم در نسل جوان در همجا، معلومه که این یه آدم استثنایی خاصه. در واقع باید ایشان رو صرفاً به عنوان یک خواننده بسیار توانای ردیف نشناخت، بلکه باید به عنوان یک نماد فرهنگی در جامعه و وضعیت معاصر ایران دونست. خیلی ها با سهرنگاری گفتن شجریان تو شجریان کردی، گفتن اگه من میتونستم بکنم چیکار کنم برای خودم میگردم، چرا برای شجریان بکنم. همه ابزار کار رو داشت، بچه خیلی باهوشیه. وقتی این نکته رو بهش میگفتین ده نکته خودش کش میاد. اصلا هیچ کس شجریان نمیشه، چون من کسی دیگه ای نشدم، من خودم بودم. هر کسی بیاد جای خودش میگیره، یعنی هیچ کس جای کسی دیگه رو نمیتونه بگیره، هر کسی میاد جای خودش میگیره. من آمدم جای خودم رو گرفتم، گذشتگان من هر کدوم جای خودش میگرفتم. بستان خوب و بدم اولین اجرا هم بود و اینها بدم بدم از این جهتی هنرمند برازندهی که فن آواز رو با فن انتخاب شعر خوب پیوند داده، میتونه اون استعاره هنری رو به کار بگیره برای بیان اعتراض اجتماعی خودش. یک دو سه، یک دیگه هم بگیرم که خدا شما. از موقعی که استاد شجریان ممنون کار شد، کار خب خیلی دشوار شد، یعنی سفرها باید میکردیم تا اینکه مثلا با این تعداد آدم در یه شهری اجرا بذاریم، یا اگر فصلی باشه که مردم به تعطیلات رفته باشن یا فصل کنسرت و فعالیت‌های هنری نباشه، سالن هست ولی خب جمعیتی که ما می‌خوام دیگه نیست بیاد به سالن. یا در بعضی جاها یه اعتقادات مذهبی دارن، بعضیا در یک شبه کنسرت نمیرن. ساعت 8:30 خیلی آن تایم بودین، ایول کارتون درسته.
حرکت میکنیم به سمت نیویورک. پولوش ساعت 12:01 اگه ترافیک مناسبی هم بخوریم میرسیم به نیویورک هتل ملا. هتلمون پشت سالونه. انشالله شب که خوابیدیم فردا صبح زود ساعت 11 میریم باشنگ. بعد از اون نه بعد از ظهر چی چی خون محمد ما ببینیم اصلا نیویورک دیدن نداره. نه اصلا ترین اشتون نیویورکه. وسیله بخوام بخرم بچه ها. آقا وسیله قرار نیست اینو وسیله بخرن. خرید وسیله تا آخرین روز سفر قدمانه. کیلوی حساب میکنم. دورین و وسایل بازی لباسی هست. نه بابا چی چی اصلا میاد. گم میشن تو نیویورک اصلا جایی نداره. 11 حرکت میکنیم. من بابا رو دکتر. بابا هم هستی. بماند این چند سالی که مورد بی‌مهری و غضب قرار گرفت، ولی حتی اونهایی هم که به دلایل مثلا نمون کارش کردن اونها هم شجاعت گوش میدادن. با آدمایی برمی خوردم که بسیار مذهبی بودن ولی شجاعت رو قبول داشتن. یعنی واقعا صوت داوودی آوای آسمانی هر چی بذاریم کمه. اسطوره است. بچه های ما خب هر کدومشون با همین که خیلی جوانن سنهای کمی دارن ولی من انتخاب میکنم از توشون به عنوان بهترین ها. یعنی از بهترین ها هستن. این سفرم خیلی جهب خوبی هست تو گروه. به این دلیل من فکر میکنم اجراها هرچی بیشتر میگذره نزدیکتر رو با حسر و از احساسی قوی تر میشه. در کار گروه نوازی و تک نوازی که خودشون خواسته بودن تک نوازی کنن خیلی خوبه. اما در کار جواب آواز یه مقدار تجربه میخواد. سالها میخواد با من کار بکنن و یه مقدار دوره پیش خودم ببینن. اخلاقیات و منش و اینها بازدی برای با شجران دارن کار میکنن باید سیر رفتارشون درست میشه. یکیشون یه اشتباهی بکنه به حال یه گوشش هم ما رو میگیره. یه باید حواس اون جمع باشه که کاری که بکن میکنی چون یه کاری از نظر خود میدونی کار بسیار مقدسی داریم انجام میدیم. بچه هایی که انتخاب کردیم الحمدلله همه شون خوبه. فصل هایی که فصل کنسرت سالونا نیستن. سالونا همه را از یک سالیم دو سال قبل رزرو کرده و بعد تازه شما خب یه سالون میخوای بگیری باز این سالون با اون سالونی که شهر دیگه هست با هم دیگه جور نیستن که با یه شب اختلاف دو شب اختلاف باشه. اغلب اون سالونی که دلمون میخواد ممکنه گیرمون نیاد. سالون نیویورک اون سالون خوش صدایی نبود. آکوستیک خوبی نداشت. سهر سه بخش داره. این بخشی که شما میشونین بخش اولشه. مرغ سهر نار سر کن داغ مرا تازه تر کن. بعد در بخش دیگه از که ظلم ظالم جور سیاد
در کلیات یه آرزوی کلی هست که رهاش بدم. آهنگ دلپذیر، شعر ساده است. بعدم جلوش گرفتن دیگه شد. جلوی هر چی بگیرن هر چون. اصلا هیچ وقت در ایران موسیقی اینقدر رواج نداشت آره داره. خیلی پشت سر هم باشه منو خسته میکنه، نیرو از من خیلی میگیره. اون وقت باعث با احتیاط آواز بخونم، چون اگر رها کنم خودمو خسته بشه سینم، بعد شب بعد دوباره صدا افت میکنه. شجران 17-18 سال پیش یه شعر کرده است، داریم حدود هر چی خونده بیریه خونده. Do you know who is this? Yeah, he's an Iranian singer. Do you know the name of him? Yeah, Muhammad. And I'm forces Hamek now. Oh, perfect. برای همین جای ساده دارم نگاه کرده. آه، شما بچه کجایی؟ از تاجیکستان. آیا شجریانی میشناسید؟ Of course. همه جامعه های دنیا همیشه قهرمانی میخوان، یا قهرمان سیاسی میخوان، یا قهرمان فرهنگی میخوان، یا قهرمان مذهبی میخوان. شجریان یه نوع قهرمان فرهنگیه. شرایط اجتماعی منی که شد اینجا که من طرفداری بکنم از مردم، و بیشتر از اون من حرفی نزده. یک هزارم از اون چیزی که همه میدونن همه میگم، یک هزارم شکفتم، بیشترم نگفتم، ولی خیلی شده بلدم بگم. اما میخوام از مسیر هنرم خارج نشم، ولی هنری که در خدمت مردمه. ولی من از سیاست بیزارم، هرگز هم از این سمت پامو تو سیاست بزنم. من کار هنری میدارم میکنم، محبوبیت اینم که فکرش اینو میکنم بهش رسیدم، شهرت هم که فکرش اینو میکنم بهش رسیدم، دیگه چی میخوام؟ ولی با مردم دارم زندگی میکنم. وقتی مردم من میبینم که در این ناراحتی ان و این اعتراض پیش میکنم، من زبان اون مردم هم هستم. اگه میخوام تو این مردم باشم، به اعلام میگن تو چی جون احمدی هستی؟ تو یک کار حرف نمیزنی؟ صدای ما هست. صدای شجریان صدای یک جامعه که خاموش شده، یعنی در زیر فشار نمیتونه سخن بگه. این حکومتی که اومده سیاست رو وارد همه مسائل زندگی ما کرده، یعنی حتی تا نونواها هم اگه بگه آرد نیست، آرد کمه چی میکنیم، این بهش میبردن که تو داری علیه نظام داری اقدام میکنی. یعنی مسائل سیاسی میکنه. سیاست آمده تجاوز کرده به همه حقوق مردم ما و وارد هنر شده، وارد عرصه هنر شده، وارد عرصه ورزش شده، وارد عرصه آموزش پرورش شده، وارد هر عرصه‌ای می‌بینید سیاست مند وارد وجود شده. شما هر کاری بکنی یا انگ سیاسی بدین. در راه واشنگتن اتفاقای خوب افتاد، بخصوص با حضور آقای دکتر احسان یارشتر جلو، با اون همه ابراز احساسات زیباشون، بعد هم که با حضور
آقای فرهاد مشکات رهبر ارکستر بزرگ ایران. این دو عزیز نازنین را هم در این کنسرت دیدیم. یار شاطر نباشید پیرمرد 92 ساله با این وضع که بدنش الان می‌لرزه گوشتر داره و اینا رو تو صورت بده این نباشه همش بزنید شما بکنم یه فکری بالش بکنید. من اینقدر دیشب قصم شد که خودش گفت من با من تاکسی میگیرم میرم به دوستان بگید یه فکر بالی برد بکنید یه از دست میگیره. من از دیشب خیلی ناراحته هم یعنی با همه چیزی که فراخ کرد در حد بهترین بود دیشب ولی بهتر از اون دیگه نمیشد چون خود سالن مشکل داشت. اولا اون طبقه زیرش سقفش کوتاست، اون نصفه عقب صدای باس نمیره، درست اینه که توی این بلند رو دستی ها داره میخونه اینقدر سطح کیفیت کار میاد پایین، درست مثل سالن وزارت کشور اونه. سالن وزارت کشور اینجوریه. بدترین سالن که من در عمرم دیدم سالن وزارت کشور. پدر من در میاره وقتی میرم برای تنظیم صدا هر گوشش یه جور صدا هر کار میکنی نمیشه. این نکته ها رو مردم متوجه نیستن، به نوته داری کسی بدونه، اغلب متوجه نیستن. شما آوازه خودتون گوش میدین؟ گاه اوقات همینجور تو سفری این بر اون بری که بشه گوش میکنم ولی گاه اوقات گوش میکنم. کدوم آوازتون بیشتر گوش؟ من خودم که انتخاب نمی کنم، دوستانم تو ماشینشون یک سیدی از من میذارم گوش میکنم. خودتون دلتون تنگ نمیشه برای یه آوازی که کنی؟ هنوز که نه ولی شنونده ها دلتون تنگ میشه؟ هنوز نه تنگ نمیشه. هر یه روزی باشه که دیگه نخواست باشم بخونم و نخونم و چند سالی بگذره بعد مثلا دلم تنگ میشه یه آواز بگوش کنم. میرسه اون روزا دیگه بالاخره که نخه چرا برسه اصلا نمیدیم. من الان خیلی از آوازهای جوانی ها ما مثلا تحمل نمی کنم بودم تمام گوش کنم. زور بی خودیه، زور بی خودیه، چچه های بی خودیه، زور بی خودیه، تحمل ندارم. من آوازهای همه رو از آن چیه از سالهای انقلابی این طرف خب اون ساله 53 54 هم یک چند تا چیز خوب توش داره بود. فتنه چشم تو چندان پیویده بیداد گرفت. اون شده چند تا اینجوری خوش شده. اما ساله 59 60 به بعد یه هر چی خوندم یه جا افتاده بود که دیگه خودم رو پیدا کردم. یعنی 40 سالگی من شده بود دیگه. من به نوازنده خیلی گوش میکنم، از اون خیلی میگیرم. من حتی تو گروه نوازه که شما داریم با من میزنیم دیدیم که گاهی بچه ها میگم بچه ها حواس جمع بشه چون من بخوام تا قطعه رو آخر بشتر حرکت بکنم. اگه دولت چنگ شما دیرتر بزنید من عقب میفتم از ضرب. چون من منتظرم اون تموم کنه جمله شو یه روز عقب تر بزنید من از ضرب و یه بر عقب میفتم. اون موقعی که تو آگاهانه آواز میکنی مثل نظم میمیدن، اما اون موقعی که از ناخودآگاهت میاد بیرون مثل شعر. بعد زنهای بیچاره ما دخترها تو مملکت جایی برای ارائه کار نداره، تمام انگیزه ها رو ازشون گرفته اسمت شد. همین که اینا میان واقعا عاشق هم که میان با دیدگاهی میان سر کلاس دیدی که من نهایت پوشش میکنم که اینا درست نتیجه بود. حالا اینا رو هم از ایشون هم خواهش کردم که کمک کنن گروه تشکیل بدن که اینا با گروه کار کنن، تصدیق بکنن، خارج از کشور بیارن، صحنه برن، صحنه ببینن. اینا این خیلی کمک میکنه بهشون. مرداد علی جون سلام.
شما این زمانی خواهیم برگردیم بطور تو چقدر یه رو بخواهیم نه؟ یه رو بجویست داریم پس رو بگم برگردیم استاد شجریان چند مزیت فوق‌العاده دارن. اولا دانش خیلی کامل به ردیف‌های موسیقی ایرانی دارن. ثانیا ایشون اعتقاد فوق‌العاده‌ای به حفظ اصالت موسیقی ایرانی دارن. و در این وضع فعلی که انقدر سستی در فرهنگ‌های مختلف و تلفیق‌های نابجا به وجود میاد و ضعیف می‌کنه فرهنگ‌های اصیل رو، به نظر من ایشون خدمت بسیار بزرگ به فرهنگ ایران می‌کنن. نوع موسیقی شیخ ردیف فرق میکنه، ولی خیلی ها تو غرب هستن الان رفتن توی موسیقی شرقی، مخصوصا موسیقی ایرانی تحقیق کردم فهمیدم و لذت میبرن، خوب زبانم یاد میگیرن، اون حالت صوفیگریشو عرفانشو دنبال میکنه. و همینطور افراد توی ایران و تو شرق هستن، مثلا میرن دنبال موسیقی کلاسیک، بعضیا اینا رو با هم آمیخته میشن. خلاصه با اجازه خیلی ممنون. خیلی ممنون. قبل از استاد شجریان تقریبا میتونیم بگیم موسیقی ایرانی اصلا نمیشناختن. فکر میکردن موسیقی ایرانی هم موسیقی عربیه. این وظیفه خودم میدونم که به حال از تجربه و تخصص 50-60 سال کار در کار موسیقی استفاده کنم و با جوانها همراه باشم، هم اونها از من ایده میگیرن و راهشون درست میدن، هم من هم شادابتر میشم در کارم. چون به حال ما وقتی که در یک شیوه کار سالهای سال میمونیم، بعد ریزی ریزی احتمال داره خمود بشیم. یعنی که باید سعی کنیم خودمون رو با نسل جوان، با فکرهای جوانتر همراه داشته باشیم. و من همیشه این کار میکنم، هرچند که اغلب مورد انتقاد قرار میگیرم، ولی برام مهم نیست. منزل عشق از جهان دیگر است،
منزل عشق از جهانی دیگر است، مرد عاشق را نشانی دیگر است. این صدای ایشون یه صدای یک دنیای تقریبا از دست رفته ایده. بر سر بازار سربازان عشق، زیر هر داری زیر هر داری جوانی دیگر. کار ما خواننده های گرونی کار خاصی که ارزش ما به همون به داخانی من هست، نه به تصنیف خوندن. ارزش کار من موقعی پیدا میشه که کسی که شنونده من اونجا نشسته بفهمه من دارم چیکار میکنم و مخصوصا زبان فارسی رو بشناسه و حافظ و سعدی و مولانا و بابا طاهر بلبلی رو بدونه تا بفهمه که چگونه داره بیان میشه. صرفا به تکنیک و رنگ صدا و قدرت صدا نیست. عقل میگوید که این رمز از کجا این جماعت را نشانی دیگر است. یاد گرفته های هر هنری و زبان به همین شکله که شما این واژه ها رو، این موتیف ها رو، این تیک های کوچیک رو که وقتی داشته باشین، این رنگ ها رو داشته باشین، کنار همینا با طرح خودتون کنار هم میزنید، یه طرح جدید درست میکنید، وقت اون میشه شیوه و سبک شما. بر دل مسکین هر بیچاره بیچاره شاه را گنج نهانی دیگر شاه را گنج نهانی گنج نهانی دیگر است. ما از خواننده یک کاملا تصویر متفاوتی داریم وقتی به شجریان نگاه میکنیم. شجریان به اون مفهوم منفی مطرب نیست. شجریان یک اطلاعی یک هنر خوانندگی و اطلاع یک هنر موسیقیه در ایران، چون فقط هم خوانندگی نیست. این گدایانی که این دم میزنه صاحب قراری دیگر از دار، هر یکی صاحب قراری دیگر از این شیوه کار منه. آنچه را که با شعر هست که خب با شعره، آنچه را که تحریرهای هست که در لابلای شعر قرار میگیره و جمله شعری رو تکمیل میکنه، اینها همون نوع جمله بندی هایی است که با ساز اجرا میکنن که ما با شهرچه و تحریر ارائه میکنیم و مثل یک زبانه. میگن که قلمش به چگونه است، حالا اینجا میشه گفت شیوه خوانندگی و نوازندگیش به چگونه است. نوعی یه نوع رنسانسمن ایرونیه، خوشنویس هست، ساز میسازه، به همه چیز علاقمند، ادب و فرهنگ و دوست داره، فقط یه خواننده نیست. اون یه دونه عکست خیلی قشنگ بود که اون گرفتیم. آره این عکس قشنگ بود. کار چرا افتاد؟ ریگان ببخشید. یه ریگان. این عکس قشنگیه. حالتش خیلی خوبه.
عکاسی هم که میکنین دیگه. همه کار کردم، تو همه کار خودمو قاطی کردم و به هر کاری یک دست کوچیکی دادم. آشپزی هم میکنم، فرق میکنم، همه کارم. خوشتویسی رو از بچگی دوست داشتم، نقاشی رو از بچگی دوست داشتم، ورزش رو همچنین و خب خواندن رو و نجاری رو. مثلا دوران نوجوانی 13-14 ساله بود میگه شروع کردم نجاری کردن، از این کمپیوتر شروع کردم. یا از اون موقع من با نجاری و اینا سرکار دارم. من بهترین ابزار نجاری رو دارم، یعنی کارگاه نجاری که من دارم هیچ سازی نداره، حتی مبسازم نداره. اونقدری که من رو صحنه بودم و تو استودیو بودم و آواز خودم با صدا زندگی کردم، هیچ وقت هرگز یه نجار اینقدر با صدا زندگی نکرده. نجار با چوب و با اره و تیشه و سماده سر کار داشته. یا اینکه ساز هم ممکنه بعضیاشون سازم زده باشه، خیلی هاشون مثلا یه سازی هم میزنن، اما اونقدری که من با صدا زندگی کردم اونا با صدا زندگی نکرده. و به یقین اونقدری که من فرکانس میشناسم، میدونم الان تو استودیو وقتی میگم این ساز این صدا داره میده گم گم میکنه، میگم آقا فرکانس 250 بگیر، یه فرکانس 2500 بهش بده، فرکانس 2000 بده، 1200 شکم کن. این کسی نمیتونه این کار بکنه، این کار منه، این کار منه که فرکانس ها میگم این صدا الان چه فرکانس های زیاده چه فرکانس های کمه توش. اما یه ساز ها باحال هم چیزی بدونه. تازه نوازنده هم که اینطورن اغلب تو میکسش میگن خودت آقای شاید باست میکس کنی، ما بنزه تو نمیتونیم. این که در وحله اول یه ساز باست صدا بشنسه و بره سراغ اون صدایی که میخواد، و بعد اینقدر شرایط ساز رو، پوست رو، قطرا رو، نمیدونم سیم ها رو اینقدر عوض بکنه تا برسه به اون صدایی که میخواد. اینی که اغلب این ساز ها یه تقلیدی کار میکنن، نگاه کنن میبینن تاری یا چه شکلیه، قطرش چقدره، بالا و پایین رو میکنن، خب میسازن. کار نداره ستار، کار نداره ساختن سنتور، کار نداره ساختنش، اما صدای خوب ازش در آوردن باز صدا بشه، شرایط صدا دهی رو باز بدونه چیه. ندیدم توشون کسایی که اینقدر دقت بکنن. این که من این صدا شروع کردم ساختم، اول تا باس نداشتیم، باس و دوبل باس نداشتیم، در حد ویولنسل و کنت باس نداشتیم، کمترین سازمون اود در زودی نه. خب یه سازایی هم بعضی ساختن، کمونچه به حساب کمونچه باس ساختن، دژک باس ساختن، ولی خب اینا مشکلی نوازندگی باز داره. یعنی قژک باز شما وقتی نگاه می‌کنید دستش طول دستش اینقدره کوتاه، در حالی که قژک باز شما 70 سانت طول ارتعاش می‌خواد. وقتی 25 سانت طول دست است بقیه‌اش مشکل داره که رو کاسه چجوری کار بکنه، تکنیکش چیز جواب نمیده، مشکلات نوازندگی داره. یا همچنین مثلا کمونچه رو خواسته باشی یه کاسه گنده باش درست می‌کنی، بعد اینو خواسته باشی بپیچینی مشت از کار می‌ندازه، سرعت نمی‌شه داشته باشه، یعنی با تکنیک کمونچه نمی‌شه نواخون رو. پس ما چه اصرار داریم که حتما واسه که داریم اسمش کمونچه باس باشه یا قژک باس باشه. ما صدای بم میخوام، ما صدای دودو باس میخوام، هرچ از هرچی شد. موسیقی صداست، موسیقی شکل نیست، موسیقی اسم نیست که ما تأثیر رو اسم رو شکل داشته باشیم. خب همونچه گیره زمان میخواد که این سازها به صورت تکنوازی رو صحنه بره، هنرمندان مختلف این سازها رو بنوازن تا این ساز بتونه ارزش پیدا کنه، و الا چی توی بایگانی خواهد موند. دو تا خانواده 4 نوع صدایی، یعنی صدای سوپرانو، آلتو، باس و دوبل باس ساختم، یکی خانواده صراحیه، یکی خانواده شهرآشوبه، که اینها 8 تا ساز هست، هر خانواده 4 تا ساز داره با این اندازه ها، که خواهر ویولونه.
ما به رقابت به جنگ نمیریم با کسی. ما اینو خواهر گذاشتیم کنار خواهر. ما آمدیم ساز کنار تار کنار عود ساختیم که خواهر اینا باشن، که اینا به صورت یک خانواده و یک خاندان کار بکنن. بهتره که ما همه به این شکل نگاه کنیم به سازهای جدیدمون، نه اینکه بیام تخته کنیم. و میدونم کارم هم مفید واقع خواهد شد. این بود که اون روز با شوخی به شما گفتم که بعدها خواهند گفت موسیقی قبل از شجران بعد از شجران، چون این سازها رو من ساختم و در زمان من ساختم. هزار سال زمان دور شد، زمان دور شد ستاره صبح، ببین که از این شب ظلمت جهان چه خواهد دید، ببین که از این شب ظلمت جهان چه خواهد دید. من یه راه هنری دنبال میکنم، همون تو راه خودم باشم. اگه میخواست با شروع انقلاب منم بیام دیگه دوباره قرآن خونی رو شروع کنم که دوران بچگی بلد بودم، یا بیام از اون گو بشم و ربنا بخون بشم، از اون میگن تا دیدید چیز شد، شجران مسلداز دوره مسلمون شده و حالا آمده به نرخ روز بخواد نور بخوره. این یک فوش ایجی رو ما میدن. اون کسایی هم که با صدای شجران آواز خونده و بازاز خونده، اونا میگن یا آقای که چوش تا حالا رفته ربنا میخونه. ربنا رو شجران خوند و آورد نوارش داد به من، نوار اصلی رو. این سالات نوارای من بود، بعد دزدیدن از خونی من نوار اصلی رو. بعد من یه بار دیگه از روی رادیو ضبط کردم. خب یه آواز استثنایی اون. اونم داشته بعد از انقلاب داشته با شاگردات رادیو کار میکرده، تمرین میداده به اینا. خونده که اونا یاد بگیرن؟ خودم به جای یکی از این روزدارا گذاشتم و اون رو خوندم. این تکنیک من، این توانایی من بود که از بچگی این راه رو بلد بودم، یاد گرفته بودم، خونده بودم. آره این بود که آیات انتخاب کردم و اون رو اجرا کردم. البته این رو من خودم نمیخواستم که از رادیو پخش بشه. من این رو خوندم که به چند تا شاگردای بودن که چند نفر از آقایون همین آقایون مداحان و کسایی که دینی میکردن، دو ماه اومده بودن پیش من. من بهشون یاد میدم چجوری از اون میگین چیکار بکنین، چجوری شعر بخونین. وقت این ربنا رو از من خواستن که آقایونی که در حاضر بودن که فلانی کمک بکن، شما رو آنامی کنین کار بکن. خلوص رو افتاد گردن من. چی بودم اینکه هیچ کسی نمیتونه بخونه اینا، من با معنی ایرانی میتونم دست بگیرم را بیفتم به همه کشورهای عربی بگم کدومتون میتونید بخونه؟ عربیه دیگه. کدومتون میتونی بخونیم؟ کسی نمیتونه بخونه. آقای شجاع خودت هم دیگه نمیتونی بخونی. من اینو خوندم، کپی کردم دادم به بچه ها، گفتم که آقایون اینا بچه ها آقایون گفت اینو بخونید، تمرین کنید و بعد باید بسپیر بخونید. بعد خب دائما یادشون دادم چیکار بکنه بخونید. رفتن و خوندن آمدن اینا باید ضبط کردم اینا نشد به چیزی که باید بشه. هر چی خوندن دیدم نمیشه. خودم تو استودیو خوندم، گفتم تو بخون، من خودم بودم تو بخون. باز من خودم در آوردم و اون سر هم کردم دادم اونجا. بعد از آخر همون که من روز اول خوندم همون رو بدون اجازه من پخشش کردن، از بدون اجازه من پخش. اصلا لازم نیست شما اعتقاد مذهبی داشته باشید، حظ میکنید.
چجور بگم؟ نمیشه ازش حرف زد. ربنایی که میگه اصلا تمام. شما میتونی خدا رو باور نداشته باشین ولی با این ربنا میبینین اصلا خدا رو که یکی داره بهش التماس میکنه. این ابلهی که جلوی کارشو گرفتن، ابلهی هرچی هرکی باشه. من نتیجه خیلی بدی گرفتم از زندگی با انسان‌ها، با همه این که مورد علاقه هستم، توجه می‌کنم، ولی روابط آدم‌ها رو که با هم دیگه دارم می‌بینم خیلی برام سخته. کاش ما آدم نبود. گنجش بودیم، کبوتر بودیم، اینجوری همدیگه رو از بین نمی‌بردیم. نتیجه خوبی من از زندگی ندارم، ولی راهی که اومدم با عشق اومدم، با علاقه اومدم، با آنها درست اومدم. بیا کتاب جهان ناگزیر این عشق است، بیا کتاب جهان ناگزیر این عشق است، به جادوی نتوان کشت آتش جاوید. نمیدونم اونو چی بگم. من نتیجه که از زندگیم گرفتم با همه این که راضی بودم ازش، اگه بخوام زندگیمو کتاب کنم و بگم این نتیجه از زندگی گرفتم، از آدم ها گرفتم، هر جوانه بخونه میره خودکشی میکنه. اما اگه با دیگه به دنیا بیام، من راه ستاره شناسی و فضا رو بگیرم. دوست دارم از اون طرفی کنم.